در این قسمت میخوایم راجع به سوالات پیشرفته فصل تقارن و مختصات با هم صحبت کنیم. خب ما راجع به مفاهیم کلی سوالاتی رو حل کردیم، سوالات عادی تر، سوالات پایه‌ای تر و مفهومی تر قبلا حل شده، میتونید برید مشاهده کنید و ازش استفاده کنید. اما برای این فصل ما یه سری نکات پیشرفته یا قبلا مطرح کردیم. پیشنهاد میکنم قبل از اینکه بیاید این فیلم رو مشاهده بکنید، برید نکات پیشرفته رو مشاهده کنید، تسلط روش پیدا بکنید و بعدش بیاید سراغ این فیلم و سوالات رو با بنده شروع کنید به حل کردن. خب شروع کنیم سوالا رو. از اولین سوال شروع میکنیم به حل کردن. اولین سوال ما چیه؟ میاد میگه که اگر نقطه مشخص شده روی مبدأ مختصات باشد، حاصل دایره به اضافه مربع را بیابید. خب بچه نگاه کنید، اومده به ما چی گفته؟ گفته یه نقطه ای رو داریم، فقط یه ویژگی داره، این نقطه رو مبدأ مختصات قرار داره. خب بچه نقطه ای که رو مبدأ مختصات قرار داره چه ویژگی داره؟ اونایی که قسمت های قبل رو نگاه کردید، اونایی که نکات پیشرفته رو نگاه کردید، نقطه ای که رو مبدأ مختصات قرار داره برابر با صفر و صفره، یعنی هم طولش صفر هم ارزش. ما چیکار کنیم؟ ما میایم اینجا این کار میکنیم، میایم میگیم که آقا این که الان ما میدونیم صفر و صفره، یعنی چی؟ یعنی طولش باید صفر باشه. یعنی دایره صفر باشه؟ نه، یعنی دو منهای دایره صفر باشه. خب اون وقت دایره چی میشه؟ بچه دایره چه عددی باید بذاریم تا بشه صفر؟ بجه دایره، آفرین، عدد دو، دایره همون میشه دو، درسته؟ برای ارزها مربع منهای هفتم باید صفر باشه. بچه اشتباه نکنید، بعضی هم میان آقا هم دایره صفر هم مربع، این اشتباه است. طولت صفر، ارزت صفر. ارز من چیه؟ مربع منهای هفته. بنابراین مربع منهای هفتم باید صفر باشه. جای مربع چه عددی قرار بدم؟ چه عددی؟ عدد هفت. پس میشه چی؟ مربع منم میشه هفت، که میشه هفت منهای هفت صفر، درسته؟ دایره هم چقدر شد؟ دو. مربع هم چقدر شد؟ هفت. چی از من خواسته؟ دایره به اضافه مربع. به دست میارم، دایره به اضافه مربع میشه چی؟ دو به اضافه هفت میشه چی؟ نه. گزینه شماره سه. یعنی چی شد؟ یعنی ما عمده کارمون چیه؟ اینی که تشخیص بدیم آقا رو محوره، رو مبدأ مختصاته، یعنی طول و عرضش صفره، و بعد شروع کنیم به جواب دادن. طول و عرضش رو صفر قرار دادیم، درسته؟ بریم سراغ سوال بعدی. اگر نقطه مشخص شده روی محور افقی باشد، مختصات نقطه برابر با کدام گزینه است؟ خب اینم دقیقاً تو همون طیف سوالات، حالا سوال قبلی هم دیدیم دقیقاً تو همین طیف بود. حالا اینجا بعد چیکار کنیم بچه‌ها؟ میگیم وقتی گفته رو محور افقی باشه یعنی چی؟ یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی ارزش برابر با صفر باشه. نکتهشو قبلا گفتیم ما. نقاطی که رو محور افقی قرار دارن، محور افقی چی بود؟ محور طول‌ها بود. محور طول‌ها نقطه‌ای که روش قرار بگیره چیه؟ ارزش صفره. طولش چی؟ طولش هر چی میتونه باشه. دو باشه، ده باشه، پنج باشه، هر چی میتونه باشه. ولی ارزش چیه؟ صفره. خب میگه مختصات نقطه برابر با کدام گزینه است؟ اول دقت کنید. بچه نگاه کنید این نقطه ها رو. نقطه یک ارزش چنده؟ صفر. نقطه دو چی؟ نه. پس نقطه دو حذف میشه. گزینه دو حذف میشه. گزینه سه ارزش صفر، گزینه چهار چی؟ ارزش صفر نیست. گزینه چهار هم حذف میشه. یعنی جواب من یا گزینه شماره 1 یا گزینه شماره 3. اما بریم حلش کنیم. میگیم چی؟ ارزش من نباید صفر باشه. یعنی چی رو برابر صفر بزنم؟ بچه‌ها پنج منهای دایره میشه ارز من. پنج منهای دایره رو میذارم صفر. دایره من میشه چی؟ دایره میشه پنج دیگه. پنج منهای چی میشه صفر؟ جای دایره باید چی بزنم؟ پنج بزنم دیگه. پس دایره من پنج بوده. خب چی رو میخواد؟ میگه دایره من 5 نیست. به جای دایره هر جا دیدی بذار 5. خب میگم باشه. به جای دایره من بالا و پایین گذاشتم 5. 5 به اضافه 3 و 5 منهای 5. 5 به اضافه 3 میشه 8. 5 منهای 5 هم که شد 0. نقطه من میشه چی؟ نقطه شماره 1. یعنی ببینید با 4 قطعی ببین، بعضا سوال جوری داده میشه که شما از لحاظ چش و به قولی خطای دید گزینه رو اشتباه مد نظرتون قرار میدید. گزینه شماره 1 درسته، طولش 8، ارزش 0. بریم سراغ سوال بعدی. اگر نقطه مشخص شده روی محور ارزها باشد، مختصات نقطه برابر با کدام گزینه است؟ بچه‌ها اینو دیگه شروع کنید دیگه. الان طیف تیپ سوال یکیه. الان اینو بعد چیکار کنیم؟ میایم میگیم که روی محور ارزها یعنی چی؟ یعنی چی صفر باشه؟ طولش صفر باشه. ارزش چی؟ هر عددی میتونه باشه. صفر باشه، یک باشه، پنج باشه، ده باشه. خب ولی طولش چی باید باشه؟ طولش حتما باید صفر باشه. بنابراین کدوم گزینه حذفه؟ گزینه شماره 3 حذفه، گزینه شماره 1 هم حذفه. این دوتا طولش صفر نیست. یا دو میتونه باشه یا 4. اما حلش کنیم. میگیم طولش صفر باشه یعنی چی؟ یعنی مثلث به اضافه 1 میشه طول من. مثلث به اضافه 1 من صفر باشه. مثلث چه عددی باید توش بذاره؟ چه عددی به اضافه 1 میشه صفر؟ آفرین، عدد منهای 1. پس مثلث من میشه منهای 1.
درسته. میگه حالا چی میخوام؟ میگه جا مثلث هر جا دیدی چی بذار؟ منهای یک بذار. میگم باشه. اینجا میذارم منهای یک به اضافه یک، منهای یک به اضافه یک. اینجا منهای یک، منهای منهای یک، نکن منهای یک، منهای منهای یک که میشه چی؟ منهای یک منفی در منفی، تو فصل اول گفتیم منفی در منفی میشه مثبت یک به اضافه یک. خب بالا میشه منهای یک به اضافه یک، پایین میشه یک به اضافه یک، طولم میشه صفر، عرضم میشه دو، برابر با گزینه شماره دو. درسته؟ جواب این سوال رو هم تونستیم به دست بیاریم. بریم سراغ سوال بعدی. اگر نقطه مشخص شده روی نیمساز ناحیه اول و سوم باشد، مقدار مثلث برابر با کدام گزینه است؟ بچه شروع کنید به حل کردن. میگه روی نیمساز ناحیه اول و سوم باشه. اگه نکته ها رو خوب دقت کردی، میگه چی؟ روی نیمساز ناحیه اول و سوم چه ویژگی داشت؟ میگه روی نیمساز ناحیه اول و سوم جفت طول و عرضش چیان؟ برابرن. یعنی چی؟ یعنی طولش هر چی باشه عرضش هم همونه. خب حالا میگیم چی؟ بچه اینجا قشنگ دقت کنید. طولش چنده؟ 4 منهای مثلث. عرضش چنده؟ مثلث به اضافه 6. چیکار کنم؟ این دوتا رو برابر هم قرار بده. به این وسطش مساوی گذاشتم. خب حالا بچه ها میتونید حدس بزنید. این میشه معادله. سال هفتم معادله رو میخونن بچه ها. ولی حالا شما اگه خواستید حدس بزنید مثلث چه عددی باید داخلش قرار بگیره تا این ور مساویمون با اون ور مساویمون برابر باشه؟ چه عددی میتونید حدس بزنید؟ مثلثمون میشه چی؟ منهای یک. ناکن 4 منهای یک میشه 4 به اضافه یک میشه 5. منهای یک با 6 بازم میشه 5. پس مثلث من میشه منهای یک. چی از من خواسته؟ مقدار مثلث رو از من خواسته. میشه چی؟ گزینه شماره 3. بریم سراغ سوال بعدی. میگه اگر نقطه مشخص شده روی نیمساز ناحیه دوم و چهارم باشد، مقدار دایره برابر با کدام گزینه است؟ خب اینم مثل همونه، ولی خیلی دیگه دانش آموز باید حسابی تمرکز بکنه رو سوال و قشنگ بتونه اینو حل بکنه. شاید یه خورده نکتهش بیشتر از سوال قبلی باشه. روی نیمساز ناحیه دوم و چهارم چی میشد بچه‌ها؟ دقیقاً میشه طولش هر چی باشه عرضش قرین است. بچه یه چیزی رو بگم قشنگ دقت کنید. اینی که من اینجا کشیدم معنیش این نیستش که طولش مثبت عرضش منفی ها. قشنگ دقت کنید. این یعنی طول و عرض قرین است. مثلا اگه طولش منفی یک باشه عرضش چی میشه؟ منفی منفی یک، یعنی مثبت یک. این منفی به معنی علامت چیز نیست، این علامت قرین است. میگه طولش هر چی باشه عرضش هم قرینش میشه. خب حالا ما همین کارو میکنیم. قشنگ دقت کنید. میگم طولش چیه؟ دایره به اضافه دو. ارزش چیه؟ 8 به اضافه دایره. من دایره به اضافه 2 رو مساوی 8 به اضافه دایره بذارم؟ نه، طول و عرضش قرینه است. چیکار میکنم؟ میگم مساوی منفی پرانتز باز 8 به اضافه دایره. یعنی چی؟ میگم طولش مساوی شده با قرینه. ببینیم قرینه منفی قرینه ارزش. ارزم چی بوده؟ 8 به اضافه دایره. ارز داخل پرانتز گذاشتم، منفی پشتش گذاشتم. قشنگ دقت کنید. بعدش چی میشه؟ این منفیه، این علامت قرینه هم برای عدد میشه هم برای دایره. یعنی چی؟ یعنی دایره به اضافه 2 اینجا مساوی میشه با منفی 8. هم عدد 8 هم قرینه شد، هم دایره هم قرینه میشه. منفیش منفی دایره. نگاه کن 8 هم مثبت بود شد منفی، دایره هم مثبت بود شد منفی. یاد بگیریم حل کردنشو. حالا اینجا باید دایره رو تشخیص بدیم. دایرهمون چه عددی باشه بچه‌ها؟ دایرمون برابر با منفی 5. نگاه کن منفی 5 رو بذاریم، منفی 5 به اضافه 2 میشه منفی 3. اینجا هم بذاریم منفی 5، منفیش منهای منفی 5 میشه منفیش به اضافه 5 میشه چی؟ بازم اونم میشه منهای 3. عدد دایره من میشه منفی 5 برابر با گزینه شماره 3. این سوال یه خورده نکته داشت به واسطه اینکه باید طول و عرض و باید قرینه هم دیگه میذاشتیم. طول و اگه گذاشتیم مساوی قرینه عرضت بذار. قرینه قرار دادم اینطوری ها، یه منفی میذاری عرضتو میذاری تو پرانتز، بعدن که خواستی منفیه رو توش تأثیر بدی باید هم عددتو هم دایرتو همه رو باید علامتش قرینه بکنی. درسته؟ هم منفیهش میشه هم منفی دایره. درست شد؟ بریم سراغ سوال بعدی. قرینه نقطه منفی 3 و 5 نسبت به مبدا مختصات برابر چیست؟ بسیار ساده، نکتهشو گفتیم. چی میشه؟ میگیم قرینه هر نقطه نسبت به مبدا مختصات چیه؟ طول و عرض قرینه میشن. نکتهشو گفته بودیم. طول و عرض رو باید قرینه کنیم. طول چیه؟ منفی 3. قرینه بکنی چی میشه؟ میشه مثبت 3. عرض چی؟ قرینه بکنی چی میشه؟ میشه منفی 5 برابر با گزینه شماره 4. طولت قرینه شد، عرضت هم قرینه شد. درسته؟ خب بریم سراغ سوال بعدی. قرینه نقطه 1 و منفی 2 نسبت به محور طول‌ها برابر با نقطه مشخص شده میباشد، مثلث به اضافه دایره را بیابید. خب اومده به من چیکار کرده؟ گفته که قرینه این نقطه نسبت به محور طول‌ها شده این نقطه. خب
بچه قرینه این نقطه نسبت به محور طولا چی میشه؟ بیاید شروع کنیم به حل کردن. قرینه این نقطه نسبت به محور طولا اونه که یادشونه. قرینه نسبت تو قسمت نکات پیشرفته گفتم. قرینه نسبت به محور طولا چی میشد؟ میگفتیم قرینه نسبت به محور طولها طولش ثابت میمونه ارزش قرینه میشه. طولش ثابت میمونه ارزش قرینه میشه. طول همون یک ارزش منفی دو بود شد مثبت دو. خب حالا چه اتفاقی افتاد؟ میگه این قرینه برابر با چیه؟ این گفته برابر با دایره و مثلث به اضافه یک. خب میام برابر قرار میدم، میگم دایره هم شده یک، نکنید دایره شده یک و مثلث به اضافه یک هم شده چی؟ دو. میذارم مثلث به اضافه یک دو. دایره هم که مشخص شد چنده؟ یک. مثلث هم چنده؟ بچه‌ها داخل جای مثلث چه عددی بذارم؟ دقیقاً درسته. جای مثلث میذارم یک. یعنی چی؟ مثلث هم یک، دایره هم یک. حالا دایره چی از من خواسته؟ گفته دایره به اضافه مثلث چی میشه؟ میشه یک به اضافه یک. یک یک. یک به اضافه یک چی میشه؟ برابر با گزینه برابر با دو گزینه شماره 3. درست شد؟ خب پس چی شد؟ ما قرینه نسبت به محور طولا رو پیدا کردیم، اینو دیگه بلدیم. بعدش میگه که این نقطه برابر شده با این قرینه، برابر قرار میدم. دو تا نقطه‌ای که برابرن، بچه‌ها قشنگ دقت کنید، نکتهش اینه، دو تا نقطه‌ای که با هم برابرن چیه؟ طولشون با هم برابره، ارزششون هم با هم برابره. یعنی اینجا طولش شده یک، ارزش هم شده دو. این اتفاق دیگه بلدیم دیگه. دایره شده یک، مثلث به اضافه یک شده دو. جا مثلث بریم چه عددی باید بزنیم و باقی مسائل که مراحلش رو رفتیم و به دست اومد. بریم سراغ سوال بعدی. قرینه نقطه منفی 4 و 3 نسبت به محور ارزها برابر با نقطه مشخص شده می باشد. دایره به اضافه مثلث را بیابید. خب حالا باید چیکار کنیم؟ بچه اینجا دیگه رفتیم تو قرینه. بریم سراغ جواب. میگه این نقطه‌مه، میخوام نسبت به چی قرینه بکنم؟ نسبت به محور ارزها. سری چی میشه نسبت به محور ارزها؟ نسبت به محور ارزها ارزش ثابت میمونه، طولش قرینه میشه. اینو قبلا گفتیم. یعنی ارزش همون 3 میمونه، طولش منفی 4 میشه مثبت 4. خب حالا این به چه دردم میخوره؟ میگه این نقطه برابر با اون نقطه‌ای که تو سوال به من گفته دایره به اضافه 3 و مثلث شده 4 و 3. یعنی دایره به اضافه 3 هم شده 4 و مثلث هم شده 3. دایره هم میشه 1، مثلث هم 3. درسته؟ جا دایره اگه بذاری 1 در میاد. خب حالا چی از من خواسته؟ دایره به اضافه مثلث چی میشه؟ دایره به اضافه مثلث میشه 1 به اضافه 3 برابر با 4، یعنی گزینه شماره 2. درست شو؟ این تیپ سوالا سوال بسیار قشنگی، معمولا مطرح هم میشه، شما روش تمرکز بکنید، قشنگ ببینید گیرست کارتون کجاست. الان چند تا سوال مشابه آوردن، دقیقاً راهش تقریبا میشه گفتش که تا حدود زیادی شبیه به همه. یاد بگیرید که تو سوالا بتونید موفق باشید. بریم سراغ سوال بعدی. قرینه نقطه 5 و منفی 1 نسبت به نیمساز ناحیه اول و سوم برابر با نقطه مشخص شده میباشد. مثلث به اضافه دایره را بیابید. خب شروع کنیم به حل کردن. چیکار باید بکنیم؟ نقطه رو نسبت به نیمساز ناحیه اول و سوم قرینه کنیم. نسبت به نیمساز اول و سوم چجوری قرینه میشد؟ چجوری؟ طول و ارزش جابجا میشد. یعنی چی؟ یعنی میشه منفی 1 و 5 نکنید، طول و ارزش جابجا شده. خب حالا به دیگه باید چیکار بکنیم؟ میگه این نقطه برابر شده با نقطه که اشاره کرده. خب بالا طولشو با طول برابر قرار میدیم، ارزش هم با ارز. مثلث من میشه منفی 1، دایره به اضافه 2 من میشه 5. به جای دایره چه عددی بذارم تا این مساوی برای چیه؟ به اضافه 2 میشه 5، 3. پس دایره من بوده 3. مثلث هم که پیدا کردم جمعشو میخواد. مثلث به اضافه دایره چی میشه؟ میشه منفی 1 به اضافه 3 میشه چی؟ برابر با 2، گزینه شماره 2. درست شد؟ سوال آخرم بریم. سوال آخرم تو همین حوزه است و اینو دیگه خودتون ببینید میتونید حل بکنید. میگه قرینه نقطه 1 و منفی 2 نسبت به نیمساز ناحیه دوم و چهارم برابر با نقطه مشخص شده میباشد. مثلث منهای دایره را بیابید. خب چی گفته؟ ناحیه دوم و چهارم. شروع کنیم. قرینه این نقطه نسبت به ناحیه نیمساز ناحیه دوم و چهارم چیه؟ جابجا میکردیم، بعدش چیکار میکردیم؟ جابجا می‌کنی، بعدش قرینه می‌کردیم. یعنی چی؟ یعنی میشه مثبت 2 و منفی 1. نکن جابجا کنی میشه منفی 2، یکم میاد پایین، قرینه‌ش هم باید بکنی میشه مثبت 2 و منفی 1. این میشه قرینه نقطه نسبت به نیمساز ناحیه دوم و چهارم. حالا نقطه تو پیدا کردی؟ میگه این نقطه برابر با اون نقطه‌ای که تو سوال گفته دایره به اضافه 1 و مثلث شده 2 و منهای 1. طول با طول برابر قرار می‌دی، عرض با عرض برابر قرار می‌دی. دایره به اضافه 1 شده 2، پس دایره چی بوده؟ 1 بوده. 1 به اضافه 1 که میشه 2، دایره 1 بوده. مثلثت هم برابر با منهای 1. حالا چی از من می‌خواد؟ بچه‌ها دقت کنید آخرش چی رو خواسته. گفته مثلث منهای دایره را بیابید. مثلث منهای دایره مثلث چیه؟
چیه؟ منفی یک دایره یک میشه منفی یک منهای یک، منفی یک منهای یک میشه چی؟ منفی دو. گزینه شماره 4 درست شد؟ اینم از این سوالی که تو این قرینه ها مطرح میشه و شما میتونید به راحتی به پاسخش برسید. بچه سوال بسیار زیادتری هم میشه روی این بخش حل کرد. این نمونه و به قولی گزیده ای از مباحثیه که میتونستم خدمتون بگم که اشاره بکنم به نکته هایی که تو قسمت قبلی بوده. بسیار سوالات دیگه هم هست، پیشنهاد میکنم خودتون شروع کنید به حل کردن و از نکاتی که تو قسمت قبلی گفتیم استفاده کنید برای اینکه تسلطتون بیشتر بشه.